فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. در همین باب جناب مولانا سرم تزریق کردن چی؟ حالا مثلا کلا کسانی که با آزمایشگاه در ارتباطن یا آمپول تزریق میکنن، چه آمپولهایی رو، چه آمپولهای خلل ایجاد نمیکنه در روزه و چه آمپولهای خلل ایجاد خواهد کرد در روزه؟ در بحث تزریقات به صورت کلی یک حکم کلی آمپولهایی یا سرمهایی که به نوعی جایگزین غذا هستند، جایگزین آب و غذا هستند، اینها جزء مفترات است، جزء شکننده های یعنی تقویتی میفرمایید، آمپول های تقویتی. بله، چیزی که این جایگزین کاملا غذا هست، یعنی سرم هم در بر میگیره دیگه. بله، سرم بله. و آمپول های تقویتی که با وجود اونها دیگه انسان احساس گرسنگی یا تشنگی در واقع نمی کند، اینها در واقع شکننده روزه هستند. اما آمپول هایی که موارد دیگر هست یا آنتی بیوتیک هست و مواردی که جایگزین غذا نیستند، اونها در واقع هیچ گونه خللی رو در روزه ایجاد نمی‌کنند.